خب همونطور که توی تایتل این ویدیو دیدید، توی این ویدیو میخوام خدمتتون 5 فیلم برتر توی سبک فیلم‌های عاشقانه که رابطه بین یک مرد مسن و یک دختر جوان رو روایت می‌کنم خدمتتون عرض کنم. حتما ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. سلام دوستان، وقتتون بخیر. خوش اومدید به کانال IMDb فارسی. اینجا جایی هستش که ما به بررسی فیلم‌های روز هالیوودی، معرفی فیلم‌های قدیمی‌تر می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که بهترین فیلم‌ها رو معرفی کنیم شما بتونید مشاهده کنید. توی این ویدیو می‌خوام خدمتتون 5 فیلم عاشقانه برتر توی سبک عاشقانه که اختلاف سنی وجود داره بین دو طرف این عشق رو خدمتتون عرض کنم. توی این ویدیو اختصاصا فیلم‌های معرفی میشه که کاراکتر مرد سن بالاتری داره و کاراکتر خانم فیلم هم جوان هستش و بین این دو نفر یک رابطه عاشقانه شکل میگیره. حتما این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید و این 5 فیلم رو دنبال کنید. خب پنجمین فیلم این لیست فیلم One Wild Moment هست، یا لحظه وحشیانه و ترسناک. این فیلم یکی از بهترین فیلم ها توی تم عاشقانه بین یک مرد سن و سال دار و دختر جوان هست. حتما این فیلم رو اگه مشاهده نکردید مشاهده کنید. مربوط میشه به یک مردی که آموزش شنا و غواصی انجام میده و تو طول این فیلم با یه دختر خانم جوان آشنا میشه و یک رابطه عاشقانه بینشون شکل میگیره. نمره این فیلم توی سایت IMDb 6.2 هستش و محصول سال 2015 هست و فیلم نسبتا جدیدی هم به حساب میاد. ما فی، quand j'étais petit, je prenais mon vélo et je faisais. Papa, est-ce qu'on peut sortir ce soir? Tu vas pas sortir avec qui? C'est un gamin. Il y a mieux comme mec. Mais vas-y, genre si, sympa, intelligent. Tu mets de la crème. C'est à moi, bah déjà, tu demandes à ton père, ça va. Je suis en train de lire. Hier soir, c'était n'importe quoi, il ne s'est rien passé. Non, putain, merde! Mais ça va pas, nous, comme ça, sur ton Facebook, c'est complètement fou. En fait, t'as peur de papa? Moi, j'ai peur de ton père, moi. Fais-moi le maillot, alors. Luna, mon bébé, fait qu'un vieux con de 45 ans. اما چهارمین فیلم توی لیست فیلم های عاشقانه با اختلاف سنی زیاد بین کاراکترها فیلم آلباتراس هستش که معنای یک پرنده رو میده و یه رابطه عاشقانه بین یک مرد نسبتا مسن و یک دختر خانم جوان رو روایت میکنه. حتما جزو فیلم های پیشنهادی هستش که خدمتتون پیشنهادش میکنم. اکیدن اگر ندیدید مشاهده کنید. این فیلم محصول سال 2011 هستش و نمرش توی سایت IMDb 6.3 هست. I've got a story to tell. Are you 18? Yes. Can you prove it? I've just found a new first to Amelia. I'm not actually going to uni. I'm writing a novel. That's cool. I could teach you creative writing. I had for myself and it's left me with nothing. But it was good. My dad thinks you're really near me. She's 17. That's old enough to know your own mind. Is this a lesson on subtext, Mr. Fisher? She's great, isn't she, Dad? Yes. To Oxford. Can't do this to Bethany. اما سومین فیلم توی فیلم‌های عاشقانه با اختلاف سنی زیاد بین کاراکترها مربوط میشه به فیلم فیش تانک که رابطه عشقی رو روایت میکنه بین دو تا انسان با اختلاف سنی زیاد. کاراکتر مرد فیلم عاشق میشه، فیلم سن بالاتری داره نسبت به دختر خانم جوان. فیلم محصول سال 2009 هستش و نمره خوب 7.3 رو از سایت IMDb تونسته کسب کنه. What's your problem? Your terrible dancing's my problem. Don't mind me, girl. Carry on. I'm a friend of your mother's. Where are you going? We're going for a drive. You want to come? No, she won't want to come. You coming?
years old. What does it matter if you like someone? You need sorting out, you do. So you keep saying, but in your room. I'm telling Mum I don't care what you do. اما دومین فیلم این لیست مربوط میشه به فیلم An Education یا تحصیلات که دومین فیلم برتر از نظر مخاطبین سایت IMDb توی این لیست هستش و مثل فیلم های دیگه این لیست مربوط به یک عاشقانه بین دو انسان با اختلاف سنی زیاد میشه. توی این سبک فیلم منحصر به فرد و قابل تماشایی، حتما تماشای این فیلم رو از دست ندید. فیلم انجویشن مربوط به سال 2009 هستش و تونسته نمره خوب 7.3 رو از سایت IMDb کسب. I'm going to read what I want and wear black. Hello, but I'm a music lover and I'm worried about your cellos. Jump in. Thank you. Listen, I'm glad I ran into you. What are you doing on Friday? Nothing. My friends, Helen and Danny. Shall we? Sorry. Not here. I'd love to. There's so much I want you to see. When we kiss. Fun. Need looking after, thank you very much. They can be quite naughty sometimes. Clever like you, so we have to be clever in other ways, because if we weren't, there would be no fun. I feel old, but not very wise. اما برترین فیلم این لیست مربوط میشه به خانم اسکارلت جوهانسون، فیلم Lost in Translation، که توی این فیلم هم تم عاشقانه با اختلاف سنی زیاد بین کاراکترهای اصلی وجود داره و این فیلم یکی از بهترین فیلم ها توی این سبک هستش. خانم اسکارلت جوهانسون، فیلم Lost in Translation محصول سال 2003 هستش و نمره 7.4 رو تونسته از سایت IMDb کسب بکنه، نمره خیلی خوبی و بهترین فیلم این لیست نام میگیره. What are you doing? So he's here working. He wasn't doing anything. What do you do? Sure yet, actually. Can you keep a secret? I'm trying to organize a prison break. We know who you are and what you want. The less things upset you. You really are happy. ممنون از اینکه ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. توی این ویدیو من 5 فیلم عاشقانه برتر که بین کاراکترها اختلاف سنی زیادی داره رو خدمتتون عرض کردم. توی این ویدیو فیلم‌های معرفی شد که کاراکتر مرد سن بیشتری داشت. یک ویدیو دیگه هم براتون ضبط کردم با همین تم، منتها فیلم‌های عاشقانه هستن که کاراکتر مرد جوان هست و کاراکتر خانم فیلم مسن‌تر هستش و این اختلاف سنی بینشون وجود داره. حتما پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو هم که انتهای این ویدیو پیشنهاد میشه از دست ندید و ببینید. روزتون بخیر.